و حال ما در استودیو بهشته مهمند و عبدالحمید مهمند پدر بهشته را با خود در استودیو داریم. سلام هر دوی شما، خوش آمدین. بهشته، میخوایم که صحبت با خودت شروع بکنیم. میخوایم که صحبت بکنی از روز امتحان کانکور، روزی که در هنر داشتی، امید داشتی و در کنارش آمادگی داشتی برای اینکه بتانی در امتحان شرکت بکنی و اینکه قبول بشی. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست من سلام و عرض و ادب خدمت شما و دیگر بیننده های تلویزیون طلوع تقدیم میکنم و در جواب سوال شما میخوایم بگویم که شب امتحان کنکور البته که یک دلهره وجود می داشته باشه و ما ایراد داشتم، اما با وجود از اون قبل از این آمادگی گرفته بودم و مضامین ساینسی را خوشبختانه خواندم. چه مدت آمادگی گرفته بودی؟ تقریبا من در صنف 6 الجبر خوانده بودم و زمانی که صنف 11 شدم الجبر البته تا نیم خوانده بودم. زمانی که صنف 11 شدم دیگه مضامین ساینسی، فیزیک، کیمیا، هندسه، مثلثات و الجبر را مکمل کردم و در صنف 12 فقط آمادگی بود که برای وقتی امتحان تموم کردی فکر می‌کردی که برای رشته‌ای که انتخاب کردی اشاره کن، چه رشته‌ای انتخاب کرده بودی و چه نمره‌ای را گرفتی قبول بشی؟ بله، من فاکولتی طب مالجایی را انتخاب کرده بودم و مطمئن بودم که در طب میشم، اما بازم دیگه یک دلهره وجود می داشته باشه. من مطمئن بودم که کامیاب میشم، اما این را فکر نمی کردم که در طبق ناس مثلا مقام اول از آن خود کنم. فاکولتی مالجوی در ننگرهار قبول شدی؟ نه خیر، من از کابل امتحان دادم و آدمی کابل قبول شدم. در کابل درس میخوانی؟ آیا خانه در کابل است یا؟ بله، در کابل است. بسیار خوب، بذار با پدرت بیشتر صحبت بکنیم. چه حسی دارین و چه صحبتی دارین در مقابل این پیروزی که دختر شما تانسته از آن خود بکنه بین خیلی دخترهای دیگه و خیلی پسرهای دیگه؟ تشکر. اول از همه سلام احترام و خدا خدمت شما تمام بینندگان محترم رو در این طول تقدیم میکنم. خوب، طبعا یک پدر و اعضای فامیل خوش میشه به موفقیت و کامیابی در اولاد خود، چی دختر باشه چی پسر باشه، و ما هم احساس خوشی میکنیم و یک افتخار بر ما باشیدن. قبل از این شما و در کل خانواده شما که اشاره بکنید چند نفر هستن، چقدر فرشتر و اعضای دیگر در کل برای تحصیلات شما تشویق میکنید؟ چقدر تحصیل برای شما در خانواده مهم است پدر؟ تحصیل خوب برای هر خانواده مهم است که برای هر خانواده هر فرد افغان باید تحصیل داشته باشه و تحصیلات خود ادامه بده تا اندازی که توان و قدرت داشته باشند. و ما هم در خانه فرض خود تمام اولاد ما با تحصیل هستن، صاحب تحصیل هستن، یعنی بی سواد نیستن هیچ کدامش. وقتی که این اتفاق افتاد و نو فرشته بهشته کامیاب شد، عکس العمل فامیل های دیگه و اقوام دیگه چطور بود در مورد بهشته؟ از بسیار خوب بود، یعنی تمام دوستا خوشی خود ابراز کردن، احساس خوشی میکردن و تمام اگی تبریکی میدادن از طریق موبایل و شما. مطمئنا زحمات زیادی را کشیدین تا اینکه شما اشاره میکنین بهشته و اعضای دیگه شما هم تحصیل کرده هستن. میخوایم از زحماتی که کشیدین در این سالها صحبت بکنین. در حال حاضر چه میکنین و وضعیت اقتصادی شما چطور است؟ زندگی اقتصادی شما چطور است؟ چطور میگذره؟ خوب، من یک مامور دولت هستم، من تا مسئولیتی که حرف پدر مقابل اولاد خود را به شکلی که میشه زمینی تحصیل برای اولاد. یعنی برای شما خیلی سخت بود که بتانین که در کنار اینکه کار بکنین و روزمرگی را بگذرانین همچنان بتانین اقتصاد تحصیل دختر و بچه های خود داشته باشین؟ خوب، پیشتر خدمت عرض کنم که مجبور مکلف هستیم و بودیم که باید زمینی تحصیل برای اولاد خود مهیا بسازیم. ما چی که باید هر فرد مثلا افغانستان هر پدر باید زمینی تحصیل برای اولاد خود مهیا بسازه با تمام ضروریاتی که می داشته باشه اونا رو مرفوع بسازه. و ای که اقتصاد ضعیف باشه یا هرچی باشه اقتصاد مانی تحصیل شما نمیتونه، یعنی شما تحصیل در اولویت قرار میده. همچنان با شما صحبت میکنیم، بیشتر میخواییم که صحبت بکنی از حسال خوب این روزهایی که داری، استقبالی که این روزها شده، چه از طرف حکومت اگر استقبال شده و یا از طرف فامیل، اقوام، دوستا. میخواییم از او حست بیشتر بفهمیم. خب، من حس خیلی خوبی دارم، چون اولا رئیس جمهور محترم ما از ما استقبال کردن و هرگشان ما رو دعوت کردن و پذیرفتن. بعد از او رئیس اجرایه و محترم در وزارت خارجه هم از ما دعوت کردن، در وزارت تحصیلات عالی و همه قسم. در فیسبوک هموطنان ما از هر گوشه دنیا در کشورهای خارج که زندگی میکردن اونا هم از ما خیلی استقبال کردن و همچنان کسایی که در ولایت کشور ما زندگی میکردن، نه تنها که ما از ننگرهار هستم، نه تنها ننگرهار، از هر ولایت کشور ما
و خوشبختانه یعنی تبعیض از بین رفته فعلا و بسیار کم وجود داره. تبعیض از بین رفته می خیلی احساس خوبه به من میده. بیشتر مطمئنا آرزوهای زیادی داری، اگر میخوای با ما شریک بساز در مورد آرزوهایت که این موفقیت مطمئنا میتونه آن رسیدن به آرزوهای دیگر برای تو بیدار بکنه، یعنی بیشتر انگیزه بده که به آرزوها و موفقیت‌های بیشتر برسی. میخوایم از او آرزوها بشنویم. خب این موفقیت ما باعث میشه که من یک الگو شوم برای جوانای دیگه و زمانی که جوانای دیگه ما را الگوی خود بسازن و نمیتونن که به خیلی موفقیت های دیگه برسن و می ارزویم است که جوانا بتونن به موفقیت برسن و کشور ما را در سطح کشورهای خیلی بلند و بهترین ها قرار بدن و دیگه ما میتونم با این استقبالایی که شدیم میتونم دیگه پیشرفت کنم و تشویقایی که شدیم میتونم خیلی پیشرفت کنم. تا اینجا برسی بهشته چه مشکلاتی را پشت سر گذاشتی؟ چه مشکلات اقتصادی را، چه مشکلات اجتماعی را، خصوصا اینکه یک خانم هستی، بحث تحصیلت، نگاه مردم به تو و اینکه خواسته باشی راه خود را ادامه بدی، چه مشکلاتی را پشت سر گذاشتی؟ خب بعض مشکلات بود اما خوشبختانه فعلا در جامعه ما قدر مشکلات اجتماعی زیاده نیست و به دخترها اجازه میتن که تحصیل کنن، اما بازم بعضی ها وجود دارن که زمان که دخترها تحصیل میکنن با اونا به نگاهی بعد میبینن و همچنان مشکلات اقتصادی، قسمی که گفتیم اقتصاد ما بسیار ضعیف است و پدر ما مامور دولت است، مادر ما همچنان در یک مکتب مامور است و با ما شکمشان ما رو تانستن تشویق کنن و برسانن. هیچ وقت اقتصاد ضعیف یا اینکه امکانات راحت تری داشتی برای که بخوای درس بخوانی مانع این نشد که از درس عقب بمانی و یا مانع این نشد که باید ادامه ندی؟ خب زمانی که می دیدم که اقتصاد ما ضعیف است شاید جگرخون می شدم، اما هیچ وقت اینجا فراموش نمی کردم که اقتصاد نمی تانه ضعیف بودن اقتصاد نمی تانه اصلا مانع پیشرفت انسان شوه و همیشه نادیده می گرفتم و هیچ وقت خود جگرخونم نشون نمی دادم. فکر می کردم که اصلا اقتصاد ما ضعیف نیست، اما قسم به دست خود ادامه می دادم. خواهرهای دیگه هم داری در خانه بهشت؟ بله، اما 4 خواهر دارم که تشریسی کردن دتش است و درس می خوانند. 2 نفر دیگه، یکیش درس می خوانه یکیش خلاص کرده. برایشان چه انگیزه ای میده که اونها باید بیشتر درس بخوانند و همچنان حمایت شما، حمایت خواهرانتان به یکدیگر چطور است؟ همچنان حمایت مادرت هم میخوایم بداریم، چقدر برات مهم است؟ بله، این حمایت خیلی مهم است و من برای اونا میتونم یک الگو باشم، چون اینا خواهرای بزرگم هستن. اما بازم میشه وقتی که میبینن که من به قسم تشویق میشم، اونا حتما تشویق میشن به خاطر درس خواندن خود. یکی از خواهرایت گفتی که درس ها ادامه نداده و یا اینکه متوقف شده درسش، چطور؟ خب نه خیر، درس ادامه دادن همچنان، اما گفتی در حال حاضر در خانه هست، کار نمیکنه خواهرت؟ خب نه خیر، وظیفه نداره، در خانه هست. میخوایم بدونیم که وقتی بهشته درسش تمام بشه چقدر شما این زمینه رو فراهم میکنین که همچنان درس خود ادامه بده و در کنارش بتونه کار بکنه، این نقشی را داشته باشه در جامعه؟ وقتی که در تحصیل خود بخیر خلاص کنه، توان زمینی رو برای مساعد میسازیم که به تحصیل خود ادامه بده به شکل که میشه، ولو کار وقتی که زمان در بر بگیره مجبور مکلف هستیم که ضروریاتش و چیزی که خواست داشته باشه برش مایه بسیم تا بتان تحصیلات خود به پایان برسانه. میخوایم بفهمیم که شما چه پیامی دارین به پدر مادرهای دیگه که از فرزندان خود بیشتر تشویق بکنن که تحصیل بکنن، خصوصا طبقه خانم ها که متاسفانه خیلی هایشان محروم هستند و مورد حمایت قرار نمی گیرن، اما شما با توجه به مشکلاتی که داشتین همچنان حمایتشان کردین و تا اینجا رسیدن و موفق شدن. پیام بله. به تمام همتانه ما به پدرها و مادرها، هیچ که مانی تحصیل اولاد خود قطع نشن و شکل که باشه اونها رو باید چرا محتنل به هر مرد زن فرض است که هر فرد باید با تحصیل باشه است. و دیگر هیچ پیام هست که هیچ وقت مانی تحصیل آورده خود نشن، زمینی تحصیل برشان مسائل بسازن. خیلی ممنون. بیشتر میخوایم تو صحبت بکنی در رابطه با رشته ای که میخوای بعد از این بخوانی، چقدر یک تصور کلی در موردش داری که آیا میخوای تا کجا پیش ببری؟ چون فکر میکنم زمان زیادی هست به معالجوی که 7 سال تنها باید عموم بخوانی، آیا به این هم فکر کردی که در بخش تخصصی باز کدام بخش بخوانی؟ علاقه ای داری یعنی در کدام بخش خاصی؟ خب بله، من در آینده تصمیم دارم که رشته تا که میخوانم خیلی دو زحمت بکشم تا دوم نمره خیلی عالی را به دست بیارم و همچنان بعد از او فکر کردیم که باید جراحی مغزی یا جراحی اعصاب بخوانم. تخصص انگیزه خاصی داره این مسئله که خواسته باشی علاقه من شده باشی به جراحی مغز یا اعصاب؟
خب نه خیر انگیزی خاصی ندارم، خیلی فقط فکر میکنی که علاقت شاید بیشتر در این باشه. از برنامه های آینده ایت بگو، آیا در کنار درس میخوای که کارهای دیگه هم داشته باشی، در جریانش کار بکنی، چه نقشی را داشته باشی؟ خب بله، ما میخوایم به هموطنیم هر قسمی که باشه کمک کنیم، مثلا میتونیم در کورس ها استاد شوم یا کدام کار دیگه هم اگر از دستم ساخته باشه حتما انجام بدم. فکر میکنی چقدر مهم است این موفقیت تو، میتونه انگیزه چه تعداد از دخترهای دیگر هم همچنان بیدار بکنه و چه پیامی برای دخترهایی داری که با وجودی که مشکلات دارن از جوانب مختلف اما باید ادامه بدن؟ خب دخترها اصلا زیادترشون به خود باور نمیکنن، نو باید به خود باور کنن. اگه به خود باور داشته باشن حتما میتونن به یک جایی برسن. و مثلا ما شاید اگه به خود باور نمیکردم شاید اصلا نمیتونستم به این مقام برسم. خیلی بجا است که ما جمله ای را از تو بشنویم که میخوای قدردانی بکنی از تمام تلاش هایی که شاید با این جمله نتونه که حل بشه یا نتونه که تمام او تلاش هایی که پدر و مادر شما داشتن برآورده بکنه، اما میخوایم بشنویم که چه سپاس و قدردانی از تلاش های پدرت داری. خب من هر چی بگویم اما بازم در مقابل تلاش هایشون کم است. تشکر پدر جان، بسیار دوستتان دارم. خیلی ممنون از حضور شما و اگر شما پیامی داشته باشین میتونین که اشاره بکنین. من بازم تکرار میکنم گفت بیشتر خود بر تمام پدرها که زمینی تحصیل بر اولادها به شکلی که میشه مثلا مهیا بسازن اولاد خودم مانی نشن که به تحصیل ادامه نتن. تشکر از حضور هر دوی شما، بهشته مهمند و عبدالحمید مهمند، تبریک هم بگیم. تشکر. بیان برنامه کوتاه داریم، برمیگردیم.